عزت هاشم ادامه پاراشاهای تورا که در موردش توضیح میدادیم. خب ما جلسه گذشته در مورد یعقوب آوینو گفتیم که یعقوب آوینو چند سال پیش لاوان کار میکنن؟ 20 سال. 14 سال برای ازدواج، 6 سال کار میکنن که حق و زحمه بگیرن و 2 سال هم تو راه بودن که برن چه یسخاق آوینو. جمعه میشه چند سال؟ 22 سال. و به خاطر همین گفتیم 22 سال یوسف صدیق از یعقوب آوینو جدا میشن، به خاطر اینکه یعقوب آوینو 22 سال پیش پدر و مادرشون نبودن، پدر و مادرشون رو خدمت بکنن، درست؟ خب حالا ببینید، یعقوب آوینو گفتیم چند تا بچه داشتن؟ 13 تا، درسته؟ 12 تا پسر، یه دونه دختر، که البته گفتیم یه نظرم عقیده داره که گوش بدید، یه نظر عقیده داره که با هر پسری که یعقوب آوینو به دنیا می آوردن یه دخترم به دنیا می آوردن. این تو میدراش گفته شده، در میدراش ربا ذکر شده که مثلا رئوون که به دنیا اومد یه دخترم با اون به دنیا اومد. بعد جالب اینجاست که با قولشون ازدواج میکردن، یعنی رئوون با دختری که باش به دنیا اومده بود ازدواج میکنه، شیمون همینجور، لوی همینجور، به استثنا کی؟ به استثنا یوسف. یوسف با کی ازدواج میکنه؟ با آسنت. آسنت دختر پوتیفره که یوسف اسدید میاد و اونا گل صدقش میکنه، آسنت ها، و با اون ازدواج میکنه. یه نظر عقیده داره که این آسنت کی بوده؟ دختر دینا. خب بریم ماجرای دینا ببینیم چی بوده. ببینید وقتی که بچه عزیزم ساکت، سکوت، ببینید یه نظر تو تورا اگه دقت بکنیم، وقتی که یعقوب آوینو میرن وارد شهر شخم میشن، تو تورا میگه دینا خارج شد که دختران شهر را ببینه. یه شخصی پیدا میشه، میاد و به دینا تجاوز میکنه و بعد میاد از دینا خواستگاری میکنه. اینجا برادران دینا خیلی ناراحت میشن از اینکه این ماجرا پیش میاد و میان تصمیم میگیرن که کل اون شهر را از بین ببرن. چرا؟ به خاطر اینکه 7 دستور بن نوح، یکیش اعمال منافی فتح بوده و یکی 7 دستور بن نوح، یکیش اینه که باید دادگاهی تشکیل بدن که به 6 تا دستور دیگه نظارت بکنه و مردم شهر شخم نیومدن این آدمی را قضاوتش بکنن، دادگاهیش بکنن، درسته؟ به خاطر همین برادران دینا کیو کی؟ شیمون و لوی. شیمون و لوی اومدن گفتن که آقا قبول، شما میخواید بیاید از خانواده های ما دختر بگیرید یا ما از شما بگیریم، ازدواج بین ما صورت بگیره، یه شرطی داره، اینکه شما بیاید و بریت میلا بکنید. کل اون شهر قبول میکنن، همه مردانشو میان بریت میلا میکنن و اینا وقتی که داشتن درد میکشیدن، شیمون و لوی در سن 12 و 13 سالگی کل شهر را خراب میکنن، کل مردان اون شهر را میکشن. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از دستورات بن نوح این بوده که باید دادگاهی تشکیل میدادن که نظارت بشه و اون آدمه را باید میومدن مجازات میکردن، ولی مجازات نکردن و اینا اجازه پیدا کردن که کل اون شهر شخما بیان و به این شکل از بین ببرن. اینجا دینا باردار میشه، دینا باردار میشه و دختری به دنیا میاره به اسم آسنت. خب البته اینا بدونید که دینا بعدها با کی ازدواج میکنه؟ با شیمون. اینا خیلی ها نمیدونن دینا بعدها با شیمون برادرش ازدواج میکنه. ممکنه حالا بگید آقا چجوری با خواهرشون ازدواج میکردن؟ اون موقع هنوز تورا به صورت رسمی داده نشده بود و دینا وقتی باردار میشه از این بابت که تجاوز شده بود به اون، دختری به دنیا میاد و اون موقع برادرها میخواستن اون دختری که به دنیا اومده بوده را بکشن. یعقوب آوینو اجازه نمیده. یعقوب آوینو میاد یه شم مینویسه، روی بازوی آسنت قرار میده و توسط، حالا بعضی ها میگن ملاخیم یا بعضی ها میگن توسط فرستاده هایی، یعقوب آوینو میاد و اونا میفرسته کجا؟ میفرسته میذاره بین راه پوتیفره. در راه که پوتیفره داشته میرفته میبینه یه بچه ای سر راهه و پوتیفره قدرت بارداری نداشته، نمیتونسته بچه به دنیا بیاره.
میاد اونم به عنوان بچه برمیداره، بزرگش میکنه و دیگه آسنت بعد پوتیفره شناخته میشه، یعنی به عنوان دختر خودش اعلام میکنه آسنت ها. و بعدها وقتی که یوسف صدیق تو مصر میره صدر اعظم میشه، در چند سالگی صدر اعظم میشه یوسف؟ داشتیم قبلا چند؟ 30 سالگی دیگه. 30 سالگی وقتی یوسف صدیق صدر اعظم میشه و تو کل مصر داشتن یوسف صدیق رو میچرخوندن که اعلام بکنن که یوسف صدیق به عنوان صدر اعظم انتخاب شدن. اولا تو تورا اگه دقت بکنیم میگه اومدن تو دستان یوسف انگشتر طلا قرار دادن، دستانی که خطا نکرده بود انگشتر طلا تو دستش رفت، تو گردن یوسف صدیق زنجیر طلا انداختن، گردنی که خطا نکرد به این شکل زنجیر طلا، لباس فاخر تنش کردن چون خطا نکرد، اومدن سوار بر مرکب کردن یوسف صدیقا و اینا همه زفوت این بود که خطا نکرده بود. حالا یوسف صدیق که عزیزم ساکت نه ساکت باشی چی میگو؟ آها اومدن یوسف هاست به عنوان صدر اعظم کل مصر گردوندن و اعلام کردن که به عنوان صدر اعظم انتخاب شده. از اونجایی که یوسف صدیق خیلی زیبا بوده که گفتیم یکی از دلایل زیبایی یوسف صدیق جان؟ نه از اونجایی که گفتیم یه دلیلی که یوسف صدیق اینقدر زیبا بودن چون قرار بوده دختر بشن و لئا میاد دین با خودش انجام میده که برعکس بشه که اگه لئا پسر بار داره دختر بشه، گوش بدید، اگه راخل دختر پسر بشه. به خاطر همین گفتیم یوسف صدیق خیلی زیبا بودن. حالا یوسف وقتی که داشتن میگردوندن یوسف ها تو کل مصر و اعلام کردن به عنوان صدر اعظم، چون خیلی زیبا بودن یوسف صدیق، تموم دختران مصر میرن بالای دیوار، بالای دیوار میستن و که زیبایی یوسف ها ببینن، ولی یوسف سرش پایین بوده. اینا می اومدن طلا و جواهرات که داشتن می ریختن زیر پای یوسف که یوسف یه دقیقه یه نگاهی بهشون بکنه، ولی یوسف محل اونا نمیذاشت. تا اینکه آسنت یه بازوبندی گفتیم داشت، این بازوبندش من فراشی بود که یعقوب آوینو به دستش بسته بود، خب میاد اینا پرت میکنه جلوی پای یوسف و یوسف وقتی این بازوبند رو میبینه میفهمه که این مال باباشه، مال یعقوب آوینوه، این چیزیه که یعقوب آوینو ننشته و ماجرا رو میفهمه که این آسنت کی بوده، دختر کی بوده؟ دینا. و یوسف صدیق میاد و با آسنت ازدواج میکنه. و یوسف صدیق چند تا بچه داشتن؟ دو تا، منشه و افرایم. خیلی ها به اشتباه فکر میکنن یوسف صدیق دختر هم داشتن، این اشتباه. مثلا تو فیلم یوزارسی این 100% همش دروغه و اصلا اثر منفی هم فکر کنم رو آدم میذاره اگه اینا رو ببینه. اصلا یه جوری نشون میده برادر و یوسف ها که اینا خصلشون خیلی شریر بودن، در صورت که اصلا اینجوری نبوده، اینا قود شقوداشین بودن برادران یوسف، اینا قود شقوداشین مقدس مقدسین که ما مثلشون ها تو دنیا نداریم، چه از نظر قدوشایی چه از نظر طهارت و سواد، اینا بالاترین مدرگارا داشتن. تنها اشتباهی که تو زندگیشون انجام دادن فروختن یوسف بوده، هیچ اشتباهی دیگه تو زندگیشون برادران یوسف نداشتن. اینا قد شقوداشی من مقدس مقدسین درگاه خدا برادران یوسف هم. خب حالا در صورت خب اینجا میاد و یوسف با دینا با دختر دینا آسنت ازدواج میکنه که الان دختر کی شده بوده؟ دختر پاتیفره. میرسیم حالا جلوتر داریم میرسیم. خب حالا قبل اینکه ادامه موضوع بگیم گفتیم پس یعقوب آوینو 12 تا پسر تو تورا ذکر میکنه و یه دختر، اونم اسم دختر دینا را میگه به خاطر اینکه میخواد ماجرایی که اتفاق افتاده بود برای دینا را برامون توضیح بده. بقیه دخترها را که اسم نمیبره طبق اون نظری که با اینا دختر به دنیا اومده بود، چرا؟ چون اتفاقی نیفتاده بود که لازم بشه تو تورا اسمشون را بگه. این نظر اینجوری عقیده داره. خب ببینید حالا اسمایی که یعقوب آوینو انتخاب میکنن این اسما رو میخوایم توضیح بدیم. بشینید حالا میریم براخواست بشینید اسمایی که انتخاب میکنن، اولین
پسر که به دنیا میاد کی بوده؟ رئوبن. رئوبن چرا اسمش رو میذارن رئوبن؟ خب به خاطر اینکه کی را ادونایی به اونگی لیا میاد میگه که خداوند فقر منو دید، رنج منو دید و الان دیگه شوهرم بیشتر منو دوست داره. ببینید به خاطر اینکه یعقوب اینو خب راخلا بیشتر دوست داشتن. لیا میگه وقتی الان من پسری رو براش به دنیا آوردم، رئوبن رو به دنیا آوردم، الان بیشتر به من علاقه پیدا میکنه، به خاطر این میذارن رئوبن. خب یه دلیل دیگه که راشی میگه که لیا میاد مخصوصا اسمشو میذاره رئوبن، اینا با نبوت همش بوده. یعنی ببینید پسر منا خب که اومد چه از خودگذشتگی نسبت به یوسف انجام داد، نسبت به کی؟ نسبت به عصاف. ماجرا چی بوده؟ ببینید یعقوب و عصاف که قبلا توضیح دادیم، عصاف اول زاد بوده، یعقوب اول زاد نبوده. شیش و رو به ازم درست شد؟ زود بیاد بارو خبا. عصاف اول زاد بوده، یعقوب اول زاد نبوده. اگه یادتون باشه گفتیم عصاف با رضایت خودش، عصاف با رضایت خودش میاد اول زادیشا به یعقوب میفروشه، ولی بعد دشمن یعقوب میشه. ولی رئوبن آیا با رضایتش اول زادیشا داد به یوسف یا نه؟ با رضایت رئوبن نبود. درسته؟ ببینید اول زادی از لئا رئوبن بوده، از راخل یوسف بوده. درسته؟ با این وجود راخل میاد میگه که لئا میاد میگه که ببینید پسر من رئوبن با وجود این که با رضایتش نیامد اولش زادیشا به یوسف بده، با این وجود وقتی که برادران میخواستن یوسف را بکشن اومد اونا نجات داد. درست شد؟ اومد یوسف را نجات داد که حالا جلوتر میخونیم که رئوبن اجازه نداد که برادران بیان و یوسف را بکشن. درست شد؟ بنابراین اسمش را میذاره چی؟ رئوبن. پس پسر اول رئوبن. پسر دوم اسمش را لئا میذاره شیمون، به خاطر اینکه شیمون از شمعه میاد. خب یعنی شنید خداوند صدای منو و پسر دیگه یا به من داد، بنابراین اسمشو میذارن چی؟ شیمون. سومین پسر لوی. چرا اسمشو میذارن لوی؟ لوی یعنی ملحق شدن. یعنی الان لئا اومد اینجوری گفت ما الان دو تا پسر داریم، رئوبن و شیمون. خب رئوبن و شیمون ها من اگه دوتا رو بگیرم یه دست کم میارم، اینجا دیگه یعقوب میاد کمک من میکنه، لوی به من ملحق میشه. درست؟ و میاد به این شکل اسم لوی ها میذاره لوی. پسر چهارم هم به دنیا میاره، اسمش ها میذاره یهودا. یهودا یعنی تشکر از خدا، که گفتم خدمتتون تنها اسمی که تموم حروف یود که واو که داخلش هست یهوداست. دقت کردید؟ یهودا تنها اسمیه که تموم حروف اسم هشم هم یودا داره، هم که را داره، هم بابا داره، هم که. یود که واو که علنا داخل یهودا هست. و میگه این دفعه تشکر میکنم از هشم که بیشتر از سهم منو به من داد. ببینید همه اینا نبوت داشتن، اینا خب 4 تا زن داشته یعقوب آوینو، میدونستن قرار 12 شباطین به دنیا بیاد، یعنی به هر زنی چند تا پسر میرسیده؟ 3 تا. اینجا لئا میاد تشکر میکنه از هشم که من بیشتر از اون چیزی که باید بهم برسه رسیده. الان چندمین بچهش بود؟ 4مین بچهش بود. پس یهودا میذاره این بار تشکر میکنم از هشم که حتی بیشتر از سهم من به من بچه داد، 4مین فرزند به من داد، در صورتی که هر سهم هر زنی 3 بچه بوده. بازم خب بعد راخل وقتی که میبینه بچه دار نمیشه، میاد اینجا به یعقوب آوینو گیر میده، میگه ها بانی بانی به من بچه بده و اگه به من بچه ندین متانوخی، یعنی دور از اون من مرده حساب میشم. از اینجاست که میگن دور از اون کسی که اولاد نداره این دور از اون مت خونده شده. بعد یعقوب آوینو جواب میده حتی خط الهیم آنوخی، آیا من به جای خودم که نخوام به تو بچه بدم؟ درسته؟ در زوهر توضیح میده، میگه حتی خط الهیم. از اینجا ما یاد میگیریم که یعقوب آوینو شکلش روی کیسه حکابود هشم هست،
ببینید تو گمارا ذکر میکنه که کیسه حکاوت هشم، اون صندلی عزت هشم، چهار تا شکل جلوشه. یکی شکل انسان، شکل عقاب، شکل شیر و شکل گاو. خب این چهار شکل روی کیسه حکاوت هشم هست. عقاب نماد چیه؟ سمبل رئیس پرندگان. شیر رئیس حیوانات وحشی. گاو رئیس حیوانات اهلی. انسان هم که ارشد مخلوقات. حالا این انسانی که شکلش رو کیسه حکاوت هشم هست، شکل یعقوب آوینوه. اینه که میگه شکل یعقوب آوینوه. اینه که یعقوب آوینو میگه حتخت الوهیم آنوخی. ببینید معنی سادش یعنی که یعقوب آوینو بعد گفتش که آیا من جا خدام که به تو بچه نمیدم؟ ولی تخت معنی یه چیزی رو صندلی باشه هست. خب اینجا تو گمارا توضیح میده که یعقوب آوینو اینجا تو تورا داره به ما اشاره میکنه که شکل یعقوب آوینو رو کیسه حکاوت هشم حکاکی شده. خب از اونجایی که حالا اینا تو گمارا خگیگا میگه، از اونجایی که گاو نشونه مقترگه، بدگوییه. چرا گاو بدگوییه؟ چون یاد گوساله طلایی خدا رو مینداخت. میاد خزقیاهو تفیلا میخونه، خزقیاهو تفیلا میخونه که این شکل گاو تغییر پیدا کنه و تغییر پیدا میکنه به شکل کی؟ میتونه بگه چه شکلی میشه؟ تفیلا میخونه تغییر پیدا بکنه، شکل بچه کوچیک میشه. بچه هایی که تورا میخونن که به عنوان سانگور باشه، خوشگو باشه در مقابل خدا. اینه که میگن تورایی که بچه ها میخونن از تورایی که بزرگترها میخونن درجه بالاتری داره. چرا؟ به خاطر اینکه یه لحظه، به خاطر اینکه وقتی بچه ها تفیلا میخونن بدون خطاند، بخار دهانشون خطایی داخلش نیست. ولی بزرگترها تورایی که میخونن خب دور از اون یه خطا هم تو دستشون بوده دیگه مطمئنا. بنابراین تورایی که بچه ها میخونن این درجهش بالاتره و اصلا کل یهودیت به تورایی که بچه ها میخونن وابسته، درسته؟ بنابراین میاد تفیلا میخونه که اون شکل تغییر پیدا بکنه و این یه سانگور بشه، خوشگو بشه برای اسرائیل ها. بفهم؟ بله؟ خب نه ربطی نداره به این موضوع، اون بحث دیگه است. در مورد کیسه حکاوت اینجوری تغییر پیدا میکنه که سانگور بشه. خب نه ربطی آخه نداره. خب گاه باشه لقب یوسف صدیق، بله گاه، ولی ارتباط به این موضوع نداره، درست؟ خب ادامه. و تومه، خب اینجا یعقوب آوینو میاد با بیلها ازدواج میکنه که کنیز راخل بوده و بیلها بچه دار میشه. اسمشا میذاره چی؟ اسمشا میذاره دان. دان یعنی که قضاوت راخل میاد اسمشا میذاره دان، اسم بیلها را. چرا؟ به خاطر اینکه میگه داننی الهیم قضاوت کرد خدا من منو و صدای منو شنید که پسر یا به من داد. پس راخل اسم پسر بیلها را میذاره دان. بازم بچه دار میشه برای احباب. اسمش هم میذاره نفتالی. نفتالی از نفتوله الهیم میاد، یعنی پذیرفته شدن تفیلا، یعنی تفیلامو خدا شنید و به من بچه ای داد. بنابراین راخل میاد اسم پسر بیلها را میذاره نفتالی. و خب اینجا لیا میاد زیلپا را به یعقوب آوینو میده. زیلپا باردار میشه، اسمش هم میذاره گاد. گاد گاد یعنی گاد میشه خوشبخت، درست؟ میشه چی؟ گاد میشه خوشبخت. به خاطر این که وقتی گاد به دنیا میاد و لیا میگه با گاد، یعنی دیگه سعادت و خوشبختی برا من اومد، نیکبختی برا من اومد، به خاطر این که الان از طرف من دوباره پسر پنجم به دنیا اومده که زیلپا رو به یعقوب آوینو دادم. بازم میاد و زیلپا باردار میشه، اسمشو میذاره آشر. آشر اونم از سعادتمند خوشبختی میاد و میاد اسم لیا اسم پسر زیلپا رو میذاره چی؟ آشر. خب بعد از اون دوباره لیا باردار میشه و اسم پسر پنجمشو میذاره چی؟ یساخار. یساخار به خاطر اینکه میگه خداوند مزد من، این چند سال داره میگذره، تو 6 ساله این موضوع، به خاطر اینکه خداوند مزد منو داد یساخار از ساخار میاد.
یعنی خدا مزد منو داد و 5 تا پسر از 12 تا پسری که قراره به دنیا بیاره خدا به من داد و پسر ششم به دنیا میاره، اسمش هم میذاره زبولون. زبولون یعنی خداوند هدیه داد به من 6 تا بچه، یعنی نصف سهم بچه هایی که قراره یعقوب به دنیا بیاره لئا به دنیا آورد. پس 6 تا پسر لئا به دنیا آورد برای یعقوب آوینو. درست؟ خداوند رحمش برانگیخته میشه و راخل هم باردار میشه. اولین بچه‌ای که به دنیا میاره راخل، اسمش رو میذاره چی؟ یوسف. یوسف یعنی چی؟ اضافه کنه، یعنی تفیل. اسمش رو میذاره یوسف که خداوند یه پسر دیگه بیاد به اون اضافه بکنه. و گفتیم دوباره راخل باردار میشه و سر وقتی که بنیامین رو به دنیا میاره از دنیا میره، که گفتیم دلیلش رو اگه یادتون باشه به خاطر نفرینی که یعقوب آوینو میان میگن. یعقوب آوینو نفرین میکنن که کسی که این اسطولاب دستش باشه، که دیروز گفتیم اسطولاب لاوان میان نفرین میکنن کسی که دستشه، اون دور از جون یعقوب آوینو میگن لو تیخیه زنده نمونه کسی که دستشه، و این باعث میشه که دور از جون به این شکل راخلی منو در بین راه از دنیا برن. چی گفتم؟ درست؟ بله. خب بریم ادامه. خب اگه سوالی نیست تا اینجا، سوالی هست؟